در آغاز از جلالت نواب محترم محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم تا سخنرانی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مادر قهرمان وطن بی بی شیما، جناب کشاف صاحب، جناب صالح صاحب، جناب وزیر صاحب حج اوقاف، بین صاحبان محترم، افسران ارشد محترم قوای مسلح ما، علمای محترم وطن، وکلای گرامی، بزرگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از همه اجازه بفرمایین تا درود فراوان به روح پاک شهدای وطن خود بفرست، به روح سه شهید ما که والده محترمشان تشریف دارن و امروز مادر وطن شهامت خدا با اعتقادات و ایمان راسخ اسلامی خود نه تنها با وطن ما بلکه به جهان نشان داد که فرزندان خدا به خاطر وطن پرورش داد و قربانی کرد. مادر قهرمان وطن اجازه بدین از شما و از قربانیتان سپاسگزاری کنم. اطمینان خاطر برتان بدم که راه پسران قهرمان شما ادامه خواهد یافت و قربانی از اونا هیچ گاهی به هدر نخواهد رفت و پسران دیگیتان از شما و از بازماندای این قهرمانا وارسی خواهد کرد. یقین دارم لحظات مشکل بر همه ماست، ولی آنچه ما را قوت قلب میده ایمان راسخ اسلامی ما و تعهد ما به دفاع از وطن است. ما ظالم نیستیم و ما بر کسی دیگه تجاوز نمی کنیم، بلکه ما بر دفاع از وطن خود با اعتقادات راسخ ایستاده هستیم. من تشکر می کنم از همه شما که امروز در ارجگزاری به این مادر وطن سهم گرفتین و بر روح پاک شهدای ما دعا کردین. عزیزان محترم اجازه بدین از تشریف آوری شما به مجلس امروز از صمیم قلب سپاسگزاری بکنم. مجلس امروز ما به این خاطر برگزار می شد که جلالت نواب رئیس جمهور و شورای امنیت ملی افغانستان با تشخیص یک مشکل عظیم تصمیم گرفتن تا یک مشوره خاص با علمای کرام، با اصحاب رسانه ها، با وکلای محترم ملت و با افسران ارشد قوای مسلح مشوره خاص را تنظیم بکنم. مشوره ای که آرزوی ماست منتج به تدوین یک برنامه خاص در مبارزه با جنگ روانی شود. برنامه ای را که تا
تا کنون در کشور ما وجود ندارم و مشوره کامل صورت نگرفته تا اجماع ملی خود در این راستا تشکیل بدیم. توقع ما ای است که تا ختم این مجلس حداقل به نیابت از سایر افغانان قهرمان زی کشور، بزرگان ما که تشریف دارن، بتانن اظهار نظر بکنن و رئیس جمهور کشور و شورای محترم امنیت ملیشه مشوره بتن تا چگونه برنامه را پیریزی بکنن که در راستای دفاع مقدس ما از وطن کمک بکنم. در یک حالت حساس تاریخی خود قرار داریم. مثل که رئیس جمهور کشور فرمودن، ارزیابی شورای امنیت ملی افغانستان ای هست که سال 1394 ما سال بقای ما بود. قوت‌های بین المللی که داشتن می جنگیدن در افغانستان در برابر تروریسم بین المللی از صف معارضه خارج شدند. تمام مسئولیت دفاع وطن به عهده افغانا گذاشته شد. از خداوند متعال سپاسگزار هستیم که افغانای متحد فرزندان ما تانستن سال بقای ما را تضمین بکنن. آمدیم به سال 1395، سال که تصمیم گرفتیم که هر پلان شوم دشمن وطن به شکست روبرو کنیم. هر ولایت ما را که به او چشم دوختن در نیت شومشان، خداوند اینا را ناکام ساخت و فرزندان دلیر ما دفاع با شهامت انجام دادند. سال 95 سال شکست هر پلان شوم دشمن افغانستان. سال را که در پیش رو داریم، سال 1396، سال است که علی الرغم تمام تلاش‌های ما به خاطر صلح، به خاطر رضای خدا و به خاطر مصالح ملی کشور خود، تمام تلاش‌هایی را که بر صلح انجام دادیم و انجام می‌دهیم و هیچگاهی از راه صلح دور نخواهیم شد، اما با وجود از او بر دفاع از کشور خود همچنان باید آماده باشیم. دفاع از کشور با تلاش‌های صلح ما در تناقض نیست، بلکه برعکس. هر او کسی که صلح می‌خواهد هیچگاه ملت خود به دفاع نمی‌گذارد. سال 96 علی الرغم تلاش‌های صلح تلاش خواد کردیم که با دفاع مشروع از وطن سال پیروزی وطن بسازیم. توکل به خداوند این سال سال پیروزی ما، سال کامیابی ملت بزرگ افغانستان خواهد بود. اما اجازه بدین که چرا مجلس امروز به این خاطر دعوت کردیم. مجلس امروز ما که مبارزه با جنگ تحمیلی روانی علیه کشور ما است، چی ربط به این مسئله دارم؟ اجازه می خواهیم در چند نکته ای را به حضور شما نظریات خود مختصرا ارائه بکنم. ما آمادگی کامل خود به خاطر دفاع از وطن در چارچوب یک برنامه خاص گرفتی. این برنامه هم برنامه صلح جامع است
و هم برنامه 4 ساله برای دفاع از کشور است تا قوت‌های دفاعی و امنیتی خود با قابلیت‌های مجهز بسازیم که این دفاع را به خوبی انجام بده. در این میان یک مورد است که برای زو آمادگی خوب گرفته نشد و او درست بحث مجلس امروز ماست. مبارزه با جنگ روانی که علیه ملت ما برا افتاده. نکته اول را که من میخوایم روش تاکید بکنم او ای است که ملت ما از تمام جنگ های تحمیلی که علیش برا افتاده به خوبی آگاه است. یگانه استثنایی که وجود داره متاسفانه جنگ روانی است که از او آگاهی کامل نداریم تا امروز. از دید خود ما 5 جنگ را که ملت ما به خوبی از او آگاه است که در برابر ما به صورت تحمیلی به پیش برده میشه. اجازه بدین خدمتان عرض بکنم. اول جنگ تحمیلی که پاکستان علیه ملت ما برا انداخت. با تمام تلاش‌های خود که در تاریخ کشور پاکستان انجام دادیم اونا هیچگاه از دشمنی با ملت ما دست نکشید. چی دیپلماسی اجازه بده و چی اجازه نده و تمام مانای جنگ پاکستان اردوی پاکستان علیه ملت ماست. در 2.5 سال گذشته تلاش های بسیار زیاد صورت گرفت تا اونا را از این پالیسی غیر عاقلانه دور کنیم. متاسفانه جواب پیهم یکی است که اینا به عقل سلیم گوش نمیتن، اینا ای جنگ ادامه میتن. جنگ دوم کله ملت ما برا افتاده از سوی تروریسم بین المللی است. هر کسی که ادعا میکنه که جنگ افغانستان داخلی است در محاسبه خود اشتباه میکنه. جنگ ما داخلی نیست. اول جنگ پاکستانی است، دوم جنگ تروریسم بین المللی است. از 4 گروه تروریستی که با اونا در حال حاضر می جنگیم یکیش افغان است، 3 تای دیگیش خارجی است. در بین ازو گروه تروریستی بین المللی القاعده و داعش شامل است. در بین ازی گروه تروریستی منطقوی به اصلاح جنبش اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی و جندلا و امثال هم است و در بین از او گروه 4 گروه تروریستی پاکستانی است که از لشکر طیبه گرفته تا جیش محمد و امثال هم. اینا گروه های تروریستی هستند که در خاک ما می جنگن. اینا از خاک ما پلان دارن کشورهای دیگه را مورد تهدید خود قرار بده. در جنگ ما داخلی نیست، جنگ ما با تروریسم بین المللی است. سوم جنگی که بر ما تحمیل شده جنگی است که از سوی تروریست‌های داخلی تحمیل شده که از نام مبارک اسلام سوء استفاده کرده و جنگ بر ملت ما تحمیل کرده. 4 تشنج و جنگ و منازعه‌ای که بر ما تحمیل شده منازعه منطقوی و بین المللی است. نمیخوایم به تفصیل بپردازم، یقین دارم بزرگای محترم صحبت‌های مفصل را در این عرصه خواهد داشت. شما بارها شنیدین
از حکام اسلام آباد که جنگ افغانستان خاتمه نمیافم مگر اینکه قضیه کشمیر حل شد. در واقع جنگ منطقوی و جنگ بین المللی را به کشور ما آوردن. این هم بر ملت ما تحمیل شد. پنجم جنگ تحمیلی اقتصاد جنایی است که بر وطن ما تحمیل شد. ملامتی مواد مخدر بر ماست. حقیقت امر ای است که عایدش بر دیگر است. و از قسمت عایدش علیه ملت ما کار میگیرم. جناب سالی صاحب تشریف داره، افسران محترم بود. ارشد قوای مسلح ما تشریف داره. سازمان های استخباراتی منطقه عواید کوکنار ما را گرفته، علیه خود ما او را استعمال میکنه. اصلا کشت کوکنار نویدگی تروریسم است که علیه ملت ما برا افتاد. تجارت کوکنار در واقع یک جنگ تحمیلی دیگی است که بر ملت ما تحمیل شده. راجع به یک پنج نوع جنگ تحمیلی ملت ما آگاهی کامل دارد. چیز نو نیست که من خدمتتان امروز بیان کرده باشم. در این میان یگانه چیزی که نو است که باید به او توجه کنیم جنگ ششمی است که ما در اون مورد مطالعه کافی نکردیم و او جنگ روانی است که جز هر پنج جنگ پیشتره که من خدمتتان عرض کردم جز هر پنج تایش است و با تمام امکانات و قوا علیه ملت ما به پیش برده میشه. از او خاطر توقع ما ای بود که در مجلس امروز علمای کرام، نمایندای منتخب ملت، افسران ارشد قوای مسلح، نمایندای جامعه مدنی و رسانه‌ای با هم جمع شده تبادل نظر بکنن که درک ما، شناخت ما از دین نو جنگ ششم چی است. و سوال تنها این نیست که آیا ما شناخت کافی از این جنگ داریم یا خیر، سوال این است که برنامه ما چی است در برابر از این جنگ. اجازه بدهید همکاران محترم در چند موردش نظریات خود عرض بکنم خدمتتون. اول، جنگ روانی یک پدیده نو نیست. در تمام تاریخ حرب بشری جنگ روانی جزش بوده، یک وسیله است، یک قسمت از جنگ است که علیه دشمن خود اینا به پیش میبرن و هدف اساسی جنگ روانی عبارت است از بین بردن اراده و هستی یک ملت، یک کشور، یک گروه متخاصم. بنان میخواهیم حضار گرامی با تاکید عرض بکنم که جنگ روانی کنونی علیه ملت ما با یک هدف پیش برده میشه و او از بین بردن اراده و هستی ملت ماست. آنچه را نمیتونن با ماشین جنگی از بین ببرن از طریق عملیات روانی میخواهند از بین ببرن. این ثابت شده که افغانستان در تاریخ خود در هیچ جنگ شکست نخورده به فضل خداوند. بنان به او خاطر اینا فشار زیاد و تاکید زیاد بر جنگ روانی میکنن، چون جنگ روانی از زاویه دیگی بر از بین بردن هستی ملت ما به کار گرفته میشه. آیا ما مثالای از این جنگ روانی را داریم که ادای ما را ثابت بسازه؟ بله، ما این مثال ها را داریم. اجازه بدین چند تا از این مثال ها را خدمتتان عرض بکنم.
اولین مثال جنگ روانی ای هست که گروه های تروریستی که من قبلا نام بردم چنان خشونت انجام داده و بر رخ ملت ما میکشن، هم در فضای مجازی و هم در رسانه ها، تا اطمینان حاصل بکنن که ملت اراده مقاومت از دست بده. بنام افزایش سرسام‌آور خشونت نه تنها از سوی اونایی که خود طالب میگه و یا خود وابسته به گروه حقانی میدانه، بلکه همچنان از طرف القاعده و داعش و چنان سطح رسیده که فقط تا فقط یک هدف دنبال میکنه و او شکستاندن اراده ملت ماست. مثال دوم، این مثال ها با هم ربط نزدیک ندار، اما صرف به خاطر بحث مجلس امروز مطرح میکن. به عالی ترین سطح ممکنه که تانستن بحث و مباحث مشروع ملی ما را ملتهب ساختن. در هر بحث ما در اخیر عوض که اتحاد و اتفاق و اعتماد تولید شود، شک و تردید و بدگمانی تولید میشه. اینا با عملیات خاص و ویژه روانی مباحث مشروع ملی ما را ملتهب ساخته و از دموکراسی نوپای ما و از آزادی بیان ما با سوء استفاده یک برنامه بزرگ جنگ روانی را علیه ما به پیش می‌برد. نمی‌خوایم به جزئیاتش بپردازم، ولی کدام خانه است، کدام شب که در خانه خود تلویزیون ببینم و شب اینا راحت استراحت کرده می‌تونم، کدام بحث تلویزیونی را اینا مشاهده می‌کنن که شب اینا راحت باشه. ما با آزادی بیان خود متحد هستیم. ما از کار تمام اصحاب رسانه ها سپاسگزار هستیم. اونا اما قدر قربانی تروریسم هستن که هر افغان دیگه ما هست. حتی همی تروریست ها جورنالست های محترم ما را هم هدف قرار دادن در پهلوی از اینکه علمای کرام ما را به شهادت رساندن. ولی من میخوایم به این نکته اشاره بکنم که مباحث ما مباحث شده که در او عناصر جنگ روانی به خوبی آشکار شد. مثال سوم، یک و نیم سال قبل دولت شما را متهم کردن که داعش به افغانستان اینا آوردن. اینا داعش در افغانستان تقویه میکنن و به آسیای میانه میبرن. امروز همه ما شاهد هستیم که در سه جایی که داعش سر بالا کرده، در چهار جای، در یکیش کاملا از بین برده شد که هلمند باشه، در ننگرهار، در شمال شرق و در زابل، ای او داعش نیست که از سوریه و عراق آمده باشه، ای داعشی بود که در پاکستان ساخته شد و به ما ارسال شد. به مخاطر 80% داعشی های ننگراری افغان نیستن. اینا ادعا کردن، این اتهام به دولت افغانستان بستن. تا چی شود؟ تا بتانن رای را پیدا بکنن که کت طالب همکاری کنن. یک و نیم سال بعد، حال تازه ما خبر شدیم که اینا اعلان کردن که ما کت طالب رابطه داریم و ما امرای طالب رابطه را حفظ میکنیم. را علیه تروریسم کرده، اونا را متهم به ایسا. این جز یک برنامه است. اینا تصادفی رخ نمیدن. اما متاسفانه این برنامه با چنان مهارت به مباحث ما نفوذ میکنه،
بدون از اینکه ما بتانیم در هر موردش سنجش درست را از برنامه دشمن انجام بدیم اما تبلیغ از او را پیش میبریم. کدام وسایل بکار میگیرن همکاران محترم؟ کافی واضح است که اینا فضای مجازی و رسانه های ما را در قدم اول مورد تعرض خود قرار دادن. اینا نهادهای مشروع ملی ما را مورد تعرض خود قرار دادن. اینا مباحث مشروع ملی و عامه ما را مورد توجه خود قرار دادن و با یک هدفی را به پیش ببرن: ایجاد بی‌اعتمادی، ایجاد شک و تردید، ایجاد فاصله بین دولت و مردم. در هیچ جای شک نیست که در یک قسمت از ملامتیه که فاصله ایجاد شده بین مردم و دولت ناکارایی دولتی شامل است. هیچ کس از این کار نمی‌کنه. ما هیچگاه یک دولت مکمل آیدیال که در خدمت ملت باشه نداشتیم و نه هم به میراث گرفتیم و نه هم حال داریم. درست به همین خاطر همه ما تلاش میکنیم که دولت شایسته مردم خود بسازیم. در این جای شکی نیست که به این فاصله قسمان به این خاطر وجود داره، ولی اصل بی‌اعتمادی، شک و نفاق جنگ روانی داره و پیش میبره در بین ما. اینی عنصر بوده که از انظار عامه دور باقی ماندم. اگر به این نپردازیم با چی خطرات روبرو میشیم؟ ما در شورای امنیت ملی حداقل 4 یا دفتر شورای امنیت ملی 4 خطر عمده را خدمتتان ذکر میکنیم. اگر قادر به مبارزه با جنگ روانی نشویم با 4 خطر عمده روبرو خواهیم شد. اول، بی‌اعتمادی و بی‌اتفاقی سیاسی را در بین تمام محافل سیاسی و بزرگان سیاسی ما به تلاش دارن به سطح برسانن تا نتانیم با اتفاق از وطن خود دفاع کنیم، تا نتانیم با اتفاق دولت شایسته مردم خود بسازیم، تا نتانیم با اتفاق ویرانی های جنگ خود دوباره احیا بکنیم. ایجاد بی اتفاقی در بین رهبری سیاسی وطن ما هدف اولشان است و خطر بزرگی که با او روبرو هستیم. اگر رهبری سیاسی افغانستان بی اتفاق شود با نیروهای دفاعی و امنیتی خود رهبری سالم داده نمیتون. خطر دوم، از بین بردن اراده و اعتماد در قوای دفاعی و امنیتی ماست. اگر با جنگ روانی مقابله درست نکنیم اراده و اعتماد در قوای مسلح ما که به فضل خداوند مستحکم ترین است ولی متاسفانه مورد حملات پیهم از اینا قرار خواهد گرفت و این خطر در پیش رو داریم. سوم خطر را که در پیش رو داریم تضعیف اتحاد ما با جامعه بین المللی است. هر کدام ما به خوبی آگاه هستیم که جامعه بین المللی در رابطه با کشور ما به 2 تقسیم شد. یکی اونایی که با ما دوستی میکنن و در پهلوی ما در این جنگ استاد است چون منافعشان مشترک با ماست. یکی اونایی که با ما دشمنی میکنن و تروریسم بالای ما تحمیل میکنن. جنگ روانی را اینا به نحوی به پیش میبرن که او قسمت جامعه جهانی که با ما متحد است
و با ما دوستی داره بین ما و از اونا بی‌اعتمادی را ایجاد بکنه. در این مورد شما همیشه شنیدین هر روز یک تئوری توطئه است که اینا او را برامون دازن تا اتحاد افغانستان با متحدینش تضعیف شد. در این جای شک نیست که مشکلات وجود دارد. یک قسمت مشکلات دولت افغانستان، یک قسمت مشکلات این متحدین دارد. ولی در مبارزه با تروریسم در 15 سال گذشته اتحاد ما اتحاد مشروع و اتحاد قابل اطمینان بود. و ما باید به این متحد باشیم و این اتحاد به پیش بود. خطر چهارم، اگر با جنگ روانی به درستی مقابله نکنیم دموکراسی نوپای ما را و نظام ما را خدا نخواسته با چالش عظیم روبرو می‌شیم. روز برسه که هیچ کدام ناظر نباشیم بگه تلویزیون های خود را سویچ کنیم. روز برسه که هیچ حرف را از وسایل جمعی که می‌شنویم به او اعتماد نکنیم. درست به می خاطر است که به خاطر دفاع از نظام، به خاطر دفاع از دموکراسی، به خاطر دفاع از آزادی بیان و بالاخره به خاطر دفاع از دین و وطن خود باید در برابر جنگ روانی به مبارزه برخاست. به او خاطر ما به نکته آخر خود می آیم که مسئله تدوین پرگران است. هیچ شک نباید داشته باشیم که جنگ روانی علیه ملت ما من حیث یک پروگرام پیش برده میشه و هیچ نوع مبارزه ممکن نیست مگر اینکه یک پروگرام مبارزه را در برابر از این جنگ روانی بسازیم. بنابراین در این دو نکته باید اجماع داشته باشیم. ما این جنگ روانی را با چند سخنگوی مقابله کرده نمیتونیم. ما این جنگ روانی را با چند مجلس و چند اجتماع از بین برده نمیتونیم. اما طور که سرباز ما با شجاعت کامل و با توکل به خداوند در صف اول معرکه هر روز، هر ساعت و هر لحظه استاد است، با امطور یک صف متحد در برابر جنگ روانی ضرورت داریم که استاد شد. ما به هیچ وجه تلاشای فعلی را که در این عرصه شده دست کم نمیگیرم، ولی به هیچ وجه او را کافی نمیدانم، به او سطح نمیدانم که بتانه در برابر جنگ روانی مقاومت بکنه. ما ضرورت داریم که سطح تلاشای موجوده با مراتب بالاتر و بالاتر بسازیم. این تنها با دولت نمیشه و تنها با دستگاه دولتی ممکن نیست این را به پیش برد. در قدم نخست ما به علمای کرام خود اعتماد داریم. در قدم نخست ما از اینا میخواییم که در این راستا در پهلوی ما استاد شدن، در پهلوی ملت خود استاد شدن، مثل که استاد شدن. شهادت علمای خود ما در فیلم پیشتر دیدیم. شجاعت را که علمای کرام ما به خاطر دفاع از وطن نشان داده تحت رهبری جلالت ما کشاف زدیم. این را هر روز میبینیم. ما به او ارج‌گذاری میکنیم و از علمای کرام خود احترامانه میخواهیم که در برابر جنگ روانی همچنان ما را کمک کنیم. ملت خدا کمک کنیم. اجازه بده که عرض بکنم که اولین قانون بشری جنگ حضرت رسول مبارک صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل به میان آورد. در وقت فتح مکه معظمه
زن نکشین، ریش سفید نکشین، به طفل رحم بکنین، درخت قطع نکنین. کدام یکیش ای دشمنای فعلی ما که نام اسلام از سر خود ماندن مراعات میکنن؟ همین چند روزی پیش در کابل در مسجد مسلمانان مؤمن انفجار ندادن. کدام یکی زیر رعایت میکنن؟ در برابر چنین دشمن مگر ای که با احکام مبارک اسلامی خود و با اعتقادات اسلامی خود و با ثقافت اسلامی خود روبرو شویم، به ترتیب دیگه مقابله نمیشه. دوم، ما به نقش نمایندای منتخب ملت خود اعتقاد داریم. سوم، ما به نقش جامعه مدنی و رسانه های خود عقیده داریم. چهارم، ما به نقش رهبران سیاسی ملت خود، چی در دولت باشن چی بیرون باشن، باور داریم. هر چقدر اختلاف سیاسی با هم داشته باشیم، در جنگ میهنی به خاطر دفاع از وطن خود باید اتفاق کنیم. و بالاخره نقش دولت، اگر همه از اینا دست به دست هم نته، برنامه جدید ما در برابر مبارزه با جنگ روانی با مشکل روبرو خواهد بود. بنان امروز احترامانه شما تقاضا میکنیم که بحث آزاد و بحث خوبی را داشته باشیم که بتانیم در روشنی از او پروگرام نو دولتتان را تدوین کنیم. اطمینان میتونم به خاطر یک موضوع دیگه که برنامه بدون مشوره شما تدوین نخواهد شد، و دوم، وقتی بخیر تدوین میشه در اجرای از او با هم سهم مشترک خود داشتیم. ای تنها برنامه دولتی نخواهد بود. اجازه بدین از صمیم قلب از همه تان تشکر بکنم، مخصوصاً و مخصوص از جناب کشاف صاحب که امروز با روشنگری دینی اسلامی در این راستا بتانه ما را فکر نو بدن. همچنان از وزیر صاحب محترم حج و اوقاف، ولی خاصتاً اجازه بدین که دیروز ناوقت روز از جناب سالی صاحب تقاضا کردیم که لطف کنن تشریف بیارن و در این مورد امروز با ما بحث بکنن. بهترین متخصص افغانستان که در این راستا زیادترین تلاش در تاریخ قوای دفاعی و امنیتی ما کردن جناب سالی صاحب است. سپاسگزار هستم که اونا دعوت ما را امروز پذیرفتن و منتظر افکار نهایت مهمشان در این راستا است. از توجهتان تشکر. پروردگار عالم موفقیت و کامیابی را نصیب همه ما بساز. و من الله توفیق.